و ببینیم که در مدینه کشتن کفار و کشتن مخالفین اسلام و مخالفین خود رسول الله دستورالعمل رسول الله قرار گرفته و مسلمین در اونجا برای رسیدن به قدرت و دولت و حکومت حتی فرمان جهاد داده و حتی در یک مسئله که خیلی بی نهایت تأثیر گذاشته در روحیه مسلمین و اون اینه که موقعی که این دستورات آمده نازل شده و یا گفته شده از طرف رسول الله برای تحریک مردم عرب و برای جذب و جلب آنها قضیه غنیمت و غنایم جنگی رو مطرح کرده این غنایم جنگی سبب شده که عده زیادی از ماجراجویان عرب از سراسر شبه جزیره عربستان به سوی مدینه برن و برای رسیدن به غنیمت و غنایم جنگی بجنگند در این قضیه غنیمت فراموش نکنیم که رسول الله خودش سهم می برد و خمس یا بگیم یک پنجم غنایم جنگی سهم خود رسول الله از این جهاد و جنگ و حمله به کاروانهای تجار قریشی بوده آنچه که مهم هستش تمام علمای اسلامی معتقد هستند که موقعی که غنایم جنگی به نزد رسول الله آورده می شد او در نخست بهترینش را برای خودش انتخاب می کرد و بعد بقیه رو بین جنگجویانی که در جنگ شرکت کرده بودند و یا اونهایی که در کنارش بودند و از بزرگان اسلام به شما می رفتند سهمی از غنایم جنگی می گرفتند مسئله غنایم جنگی یکی از اساسی ترین و مهمترین عامل اساسی قدرت گرفتن اصولا اسلام در شبه جزیره عربستان است و سپس علت اساسی حمله به کشورهای ثروتمند اطراف شبه جزیره عربستان بفهمید که حضرت محمد در جهش به سوی قدرت چه سیاستهایی به کار برد؟ در نخست رسول الله احکام جهاد و قتل کفار رو به نام خداوند و به عنوان نزول وحی آورد و مسلمین رو تحریک کرد که به کاروانهای قریشیان که عملا مسلمان نبودن و کفار به شما می رفتن حمله کنند در بعضی موارد طبق رسوم آن زمان اعراب در ایام محرم که اصولا اعراب جنگ نمی کردند و این مدت 4 ماه 10 سال بود انجام می گرفت که مورد اعتراض قریشیان به دیگر اعراب قرار می گرفت این کارها گرفتن این جهاد و حمله کردن به کاروانها و طوایف عربی که ظاهرن اسلام نیاورده بودند و ظاهرن علیه رسول الله و یا مسلمین کارهایی می کردن آغاز شد بعد از اینکه این دزدی ها و این مال ربایی های اولیه شروع شد رسول الله تصمیم گرفت که مدینه به اطراف مدینه به کلی در انصار مسلمین بیاد این سرزمین سرزمینی بود که طوائف و قبایل مختلف یهودی در اونجا زندگی می کردند و به بهانه های واهی تمامی قبایل و طوائفی که از یهودیان در یثرب وجود داشتند همه اینها قتل عام شدند اموال اینها مقدارش به خود رسول الله رسید و زنان و بچه های اینها یکیشو خود رسول الله برداشت و دیگران را بین جهادگران اسلامی مسلمان و اعرابی که همراه او بودند و مسلم به شمار می رفتند تقسیم کرد این شروع و آغاز جهش در حقیقت اسلام هستش برای رسیدن به مال، ثروت، قدرت و سرکوب دیگر اندیشان و یا بگیم کفار و مشرکین آغاز این جهش به سوی قدرت با جنگ و قتال و با جهاد علیه کفار شروع میشه آنچه که مهم هستش احکام دیگری در همین دوران به وجود آمده نازل شده و گفته شده از طرف رسول الله که اونها هم مبانی و هایه های قدرت مسلمین رو در
شبه جزیره عربستان و بعدها هم در فتوحاتی که در کشورهای دیگر غیر عربی کردند استوار کرد و استحکام بخشید. با اون قضیه هم غنیمت و هم جزیه هستش. تمام کسانی که اسلام نمی آوردن باید به مسلمین جزیه می دادن و جزیه دادن یکی از مسائلی بود که تا نیمه قرن 13 هجری در ایران رایج بود. به طور مثال تا اواخر دوران صفویه شهر سنان هنوز سنی نشین بود و به دولت صفویه جزیه میداد هر سال. اینها به علت بیچارگی و مفلوک بودن زندگیشون و عدم توانایی پرداخت این جزیه مجبور شدن که برند به دربار صفویه و سلطان صفوی و اونجا قبول تشیع رو بکنن تا از دادن جزیه به اصطلاح محروم بشن. خلاص استوار شدن به استقام یافتن بعدها امپراتوری اسلامی بیشتر به عقیده علمای اسلامی و به عقیده علی دشتی اتفاقا همین قضیه غنایم جنگی و جزیه بوده است. پس می توانیم بگیم که برای جهش به قدرت و ایجاد منابع مالی برای استحکام این قدرت طرح بسیار زیرکانه‌ای بوده که رسول الله حالا این رو به عنوان وحی به مسلمین داده و یا می توانیم بگوییم که نقشه و طرح بسیار زیرکانه‌ای بوده از طرف رسول الله برای ساختن یک امپراتوری بزرگ اسلامی. بعضی از نویسندگان و دانشمندان غربی معتقدند که رسول الله با بیان این احکام غنیمت و جزیه و قتال و جهاد در حقیقت یک شرکت سهامی به نام اسلام ایجاد شده که یک پای اون رسول الله بوده که سهمی برده و یک پای دیگه اون جهادگرانی بودن که برای رسول الله جهاد میکردن و این غنایم و جزیه ها رو گردآوری میکردن. نامی که شرکت سهامی دادن به این به اسلام و اونها نامش رو شرکت سهامی اسلام میگذارن یکی از طنزهای تحقیق و بررسی در مورد اسلام هستش. آنچه که مهم هستش در همین مکه و در استحکام این قدرت مسلمانان قوانین دیگه‌ای آمده که در اونها حقوق مسلمین به مراتب از غیر مسلمین بالاتره و برای این که در احکام قصاص به اونها بر میخوریم به این احکام قصاص اکنون در جمهوری اسلامی دوباره زنده شده و اجرا میشه. در اونجا اقلیت های مذهبی اصولا در زمان رسول الله هیچ گونه حقوقی نداشته و در احکام قصاص به خوبی مشاهده میشه. آنچه که مهمه رسول الله برای استحکام این قدرت سیاسی دینی یک سازمان های متعددی رو به وجود آورده بود. برای اینکه لشکری داشته باشه به مسائل اقتصادی که همون غنیمت و غنایم جنگی و جزیه ارتباط پیدا میکنه در اونجا به مسائل اقتصادی یا بخش اقتصادی این قدرت و حکومت اسلامی توجه کرد. برای رسیدن به این قدرت به مسائل دیگه هم رسول الله توجه داشته و اون اینه که برخی از علمای اسلامی معتقد هستند که رسول الله یک سیستم جاسوسی هم بین اعراب ایجاد کرده بوده و حتی نام این سازمان مخوف را رئیس این سازمان مخوف را عباس میشناسن، عباس عموی خود پیغمبر، زیرا او سالها در مکه زندگی میکرد به ظاهر میگو من مسلمان نیستم ولی تمام اخبار و حرکات و تحرکات که در مکه انجام میگه و قریشیان علیه رسول الله انجام میدن این به گوش رسول الله میرسه. برخی از مورخین اسلامی نام تازه مسلمانان یهودی رو بردند، مثلا یاد میکنن از یک برادر و خواهری که اینها در ظاهر یهودی مانده بودند ولی در باطن مسلمان شده بودند و برای رسول الله خبرچینی میکردن. نام اینها هم حتی برده شده، فقط رسول الله نام این افراد میدانست. مورخین اسلامی توجه هم به این قضیه دارن که این سازمان مخوف جاسوسی رسول الله
آنچنان پیچیده بود و آنچنان مستقیم با خود رسول الله ارتباط داشت که مورخی نتوانستن نام های زیادی پیدا کنند. برای همگی تایید میکنند این وجود این سازمان جاسوسی. ما جلوه این نوع سازمان های جاسوسی صدر اسلام رو اکنون در سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره رو میتونیم ببینیم. خمینی میگفت که ما میخواهیم به صدر اسلام برگردیم. در حقیقت توجه او بیشتر بر سر همین مسائل بود که اکنون برای شما از صدر اسلام و نقش خود رسول الله در ایجاد حکومت اسلامی بیان کردم.